اسمت الله نیازی هنگامی که فقط شش ماه داشت به فلج اطفال مبتلا شد. مادر او در آن زمان فقط 16 سال داشت و در مورد این بیماری نشنیده بود. اکنون اما کارکنان بهداشت به در خانه ها می روند به مردم در مورد فلج اطفال آموزش می دهند و تلاش می کنند کودکان را واکسینه کنند. ولی حمله طالبان به آنها که تاکنون موجب کشته شدن دهها کارمند بخش بهداشت و پلیس محافظ آنها شده مسئول 26 هزار کودک دیگر را دچار وقفه کرده است و این بیماری بار دیگر سلامت کودکان را تهدید می کند. پرنجباک رئیس یک گروه مبارزه با فلج اطفال یونیسف در پاکستان می گوید مشکلات امنیتی مانع از آن می شود که این گروه ها بتوانند این بیماری را ریشه کنند. برای قربانیان فلج اطفال موضع افرادگرایان طالبان علیه واکسیناسیون کودکان یک مصیبت است فکر میکنم اونا مرتکب جنایت میشن به بچه هاشون ظلم میکنن خدا رحم کنه اگه قربانی فلج اطفال شن زندگی خودشون هم مثل زندگی بچه هاشون مثل جهنم خواهد بود اون life would be like in hell. ستیز جویان طالبان مسون را توطئه غرب علیه مسلمانان میخوانند ولی دولت تلاش می کند با همکاری با رهبران دینی و جامعه این باور نادرست را از میان بردارد دکتر التاف بوسان از برنامه ملی ریشهکن کردن فلج اطفال در پاکستان میگوید عدم دسترسی به نقاطی که او آن را مشکلزا میخواند موجب پخش بیماری شده است there هیچ گذینه این نیست جز ریشکن کردن پلاج اطفال در پاکستان. اگر هر کسی عمدن کارشکنی کند، دشمن کشور است. ما همه باید برای ریشکن کردن پلاج اطفال متحد بشه برای نیازی که ماهیچه های بدنش هر روز ضعیفتر می شود، مبارزه با این بیماری اقدامی ضروری است.